زلزله نسبتا مهیب حدود دو هفته پیش شهرستان خوی در شمال غرب ایران را لرزاند و های زیادی را به بار آورد. پس از این زمین لرزه دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله صادق شیرازی دام تلاش کرد محموله امدادی خود را برای زلزله زدگان خوی ارسال کند اما با سنگ اندازی معموران حکومتی مواجه شد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. 8 بهمن ماه 1401 زلزله ای به قدرت 5 ممیز 9 دهم ریشتر شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. بر اثر این زمین لرزه نسبتا مهیب دست کم سه شهروند ایرانی جان باخته و 973 نفر زخمی شدند و بیش از 11 هزار خانه بین 20 تا 80 درصد آسیب دیدند. در پی وقوع این زلزله بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صدق شیرازی دامزلو در پاسخ به استفتاء یکی از مقلدان خود درباره پرداخت سهم امام علیه السلام برای کمک به آسیب دیدگان زلزله خوی جواز آن را صادر کرده و بر کمک به مردم آسیب دیده تاکید نمودند. در همین حال وبسایت رسمی دفتر آیت الله العظما شیرازی دمزلو از ارسال محموله های امدادی دفتر معظم الله در شهر مقدس قوم به مقصد شهرستان خوی در شمال غرب ایران خبر داد اما یک منبع آگاه فاش کرد که همه کامیون های حامل اجناس ارسالی توسط نیروهای حکومتی ایران توقیف و مصادره شدند به نوشته وبسایت رسمی دفتر آیت الله العظما شیرازی این محموله ارسالی با توجه به شرایط وخیم زلزله زدگان این شهرستان در پی وقوع زلزله پنج ممیز چهاردهم ریشتری و شرایط بحرانی مردم این شهرستان ارسال شدهاند گفته می شود محموله ارسالی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع شامل اقلام مختلفی از جمله نان کنسرو پتو، آب مدنی و نیز لباس های گرم مانند شلوار و پیراهن و کاپشن و کت و غیره و همچنین عروسک بازی برای کودکان، شیشه شیر، اقلام بهداشتی و برخی دیگر محصولات مورد نیاز بوده است. این منبع آگاه همچنین گفت نیروهای حکومتی ایران مانع حضور هیئت اعزامی دفتر آیت الله العظمی شیرازی برای دلجویی از زلزله زدگان و رسیدگی به امور آنها و ملاقات با مردم خوی شدند این منبع آگاه که به دلایل امنیتی خاص نامش فاش نشود همچنین گفت تعدادی از فعالان و زحمتکشان از مقلدین آیت الله العزما شیرازی دامزلو در امر رسیدگی به زلزله زدگان طی چند روز گذشته با تهدید و ارعاب و اهانت نیروهای حکومتی ایران مواجه شدند. علی اکبری اخبار شیعه